زندگی کردن زندان کردن مخالفان، حمله اوباش به بیت مراجع تقلید آیت الله منتظری و آیت الله صانعی، عزل مراجع تقلید از مرجعیت دینی و ضد انقلاب و جاسوس خواندن موسوی و کروبی و همه اینها عین خط امام است. اکبر گنجی اضافه می کند اگر جای آیت الله منتظری قعر جهنم است، جای موسوی و کروبی و صانعی کجاست؟ جای اولی را آقای خمینی تعیین کرد، جای بقیه را خامنه ای تعیین خواهد کرد. آیت الله خمینی نظریه ولایت مطلقه فقیه را جعل کرد، نه آیت الله خامنه ای. دومی به نظرات و فرامین اولی عمل می کند. رژیم جنایتکار آخوندی عبدالمالک ریگی رهبر گروه جندالله را صبح روز یکشنبه اعدام کرد. خبرگزاری رسمی رژیم به نقل از حکم بیدادگاه دیکتاتوری آخوندی گزارش کرد عبدالمالک ریگی به اعدام از طریق آویختن به چوبه دار در حضور مجروحین و خانواده های جانباختگان محکوم شده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رژیم آخوندی ضمن شرح اتهاماتی که علیه عبدالمالک ریگی ردیف کرده به دروغ ادعا کرده است ریگی همچنین در ارتباط با گروه ضد انقلابی مجاهدین خلق بوده است. خبرگزاری فرانسه در گزارش خود نوشت که اعدام ریگی در شکنجهگاه اوین صورت گرفته است. وزارت خارجه دیکتاتوری آخوندی بار دیگر نسبت به محکومیت در شورای حقوق بشر ملل متحد سوز و گداز کرد و گفت بیانیه حقوق بشر سازمان ملل متحد با اغراض سیاسی تهیه شده است. مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه رژیم آخوندی گفت این بیانیه غیر واقعی بوده و با اغراض سیاسی تهیه شده است. لازم به یادآوری است که هفته گذشته 56 کشور در شورای حقوق بشر ملل متحد با صدور بیانیه‌ای سرکوب وحشیانه مردم ایران توسط این رژیم را محکوم کرده بودند. یک کارگزار رژیم با ابراز نگرانی از اجرای قطعنامه تحریم‌های شورای امنیت و تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه دیکتاتوری آخوندی گفت اروپا و آمریکا جنبه‌های اجرایی تحریم‌های جدیدی را آغاز کردند و چین و روسیه هم از تحریم نفت و گاز استقبال می کنند. جلال ساداتیان که خبرگزاری حکومتی ایلنا از وی به عنوان کارشناس مدیریت استراتژیک نظام یاد کرد افزود با توجه به مصوبه اخیر اتحادیه اروپایی برای تحریم صنعت نفت ایران و همچنین مصوبه روزهای گذشته سنای آمریکا برای محدود ساختن صادرات و واردات بنزین به نظر می رسد که چین و روسیه هم پس از آنکه رأی مثبت خود را به قطعنامه 1929 اعلام کردند در همراهی به اتحادیه اروپا و آمریکا از تحریم صنعت نفت و گاز ایران استقبال کنند. این کارگزار رژیم دعاوی پاسدار لاریجانی مبنی بر پای گرفتن 20% غنی‌سازی را رد کرد و هشدار داد با لجبازی نمیتوان وضعیت پرونده هسته‌ای کشور را بهبود بخشید. مسئولان کشورمان باید با تغییر رفتار خود به روش‌هایی توسل جویند که بتوانند مسیر را برای دستیابی به حقوقمان هموارتر سازند. وی تأکید کرد متأسفانه اروپا و آمریکا جنبه‌های اجرایی تحریم‌های جدیدی را آغاز کردند. آنها با دید تردید به تأکیدی که ما برای ادامه روند مذاکرات خود با گروه 5 به علاوه 1 برای مبادله سوخت داریم می‌نگرند. کارشناس مدیریت استراتژیک نظام موقعیت ضعف و در گل ماندگی نظام را مورد تأکید قرار داد و افزود در صورتی که بخواهیم پرونده هسته‌ای کشور را از مناقشات فعلی آن بیرون آورده و آن را به حالت عادی برگردانیم باید در سیاست‌های هسته‌ای خود تغییراتی را اعمال کنیم.